سلام به نیمرو، خوش آمدید. امیدوارم مثل همیشه در هر جا و در هر حالت که تماشاگر نیمرو هستید خوب، خوش و سلامت باشید. امشب در نیمرو به تکنولوژی میپردازیم. نقش و تأثیر پدیده به نام تکنولوژی به زندگی تک تک من و شمای کمی لحظه بیننده برنامه هستیم. امشب در نیمرو از این زاویه به تکنولوژی نگاه میکنیم که افغانستان از نظر کاربری تکنولوژی کجای جهان استاده، کجای منطقه استاده و مخصوصا ما جوانها چگونه، چطور و در چه سطحی از تکنولوژی استفاده میکنیم. به فیسبوک ما مراجعه کنید همین لحظه و در مورد سوژه برنامه برای ما بنویسید. کامنت های شما خوانده خواهد شد، نظریات شما با مهمانان برنامه مطرح خواهد شد. ظاهرا یک بسته تصویری آماده است اگر اشتباه نکنم، پخش میشه. برمیگردیم با مقدمه برنامه، معرفی مهمانان نیمروخ. نیمروخ از دست ندید. تکنولوژی در افغانستان در طی سالهای گذشته پیشرفت چشمگیری داشته است و همه‌روزه کاربران تکنولوژی افزونتر می شوند. فرهنگ استفاده از شبکه‌های اجتماعی و تکنولوژی در افغانستان نوپا است. امروزه استفاده از شبکه‌های اجتماعی در بین جوانان مورد استقبال خوبی قرار گرفته است و همه‌روزه با استفاده از این شبکه‌ها ارتباطاتشان قوی‌تر می‌شود و می‌توانند در کارهای روزمره و برای پیشرفت کاروبار خود از آنها استفاده کنند. گپی که بسیار مهم است، تکنولوژی را خلاصه می‌کنم به یک کلام. تکنولوژی پیشرفت، نزدیکی، ارتباطات، در کل نزدیک شدن با هم دیگر و سطح دانش بلند کردن. با استفاده از تکنولوژی قرن بیستم، جامعه افغانستان با جوامع دیگر ارتباط خوبتری برقرار کرده و نزدیکتر شده است و همه روزه می توانیم از اتفاقات و حوادثی که در سرتاسر جهان اتفاق می افتد فقط با فشار دادن یک دکمه با خبر شویم. بسیار سهولت ها شده، حتی یک نفر به حساب تلفن می رفت تا پاکستان، در اوج خارج تلفن می کرد باز پس می آمد. حالا فضل خدا که از ما جیبم از سه شماره یک شمارش بگیرم که اگر لندنم گپ بزنم بدون از کدام مشکل می توانم که گپ بزنم. با اصطلاح دیگر می توانیم بگوییم که در قرن بیستم دنیا مانند یک دهکده کوچک شده است که انسان می تواند براحتی از یک طرف به طرف دیگر دنیا سفر کند، تنها با استفاده از تکنولوژی ها و شبکه های اجتماعی. تکنولوژی باعث شده که ما در دهکده کوچک به نام جهان زندگی کنیم. تکنولوژی باعث شده که با فشار یک دکمه ما شاهد موجی از آمار، اطلاعات و معلومات باشیم. تکنولوژی باعث شده که دیگه ظاهراً وقت ما را صرف نوشتن نامه، پیام نکنیم و فقط و فقط با فشار یک دکمه‌گاهی یا دکمه تلفن، دکمه موبایل، دکمه لپتاپ با هر کسی که طالبش هستیم در هر گوشه جهان تماس برقرار کنیم. حالا بر اساس آمار ITU یا اتحادیه بین المللی ارتباطات در سال 2010 و گزارشی که منتشر کردن، بیش از 2.5 میلیارد نفر از مردم جهان کاربران اینترنت هستند. یعنی چیزی در حدود 30-35% از مردم جهان. بر اساس آماری که اخیراً، حالا اگر سراغ افغانستان بیم، در افغانستان منتشر شده، 22 میلیون از جمعیت 30 چند میلیونی کشور خود ما هم از کاربران تلفن هستند. که آمار خیلی بلند است. منطقه افغانستان در رتبه اول قرار داده در این زمینه. بیش از 5% از جمعیت افغانستان جزء کاربران اینترنت هستند که چیزی در حدود بیش از 2.5 میلیون زن و مرد خواهد شد. 18 ولایت تحت پوشش 3G هست که در حقیقت مردم ظرفیت و قابلیت استفاده از اینترنت سریع و پرسرعت خواهند داشت. ما در چند دهه گذشته از سال 1969 که دو کامپیوتر در دانشگاه کالیفرنیا اطلاعات کدگذاری شده را به هم منتقل کردند تا امروز که چیزی در حدود 35% از جمعیت جهان با هم از طریق همین اطلاعات کدگذاری شده در ارتباط هستن، زیاد فاصله نداره. همین موضوع، نقش تکنولوژی، با مهمانان برنامه که حال براتون معرفی میکنم. خیلی خوش آمدید همه. قبل از معرفی
ما امشب در نیمروخ میزبان نصرت رحیمی سخنگوی وزارت مخابرات تکنولوژی افغانستان هستیم. ما مهمان دکتر فردین هاشمی استاد دانشگاه هستیم و همچنان شمس العزیز احمدی 23 ساله دانشجوی دانشگاه طب و یکی از کاربران پروپا قرص و متعصب اینترنت هم با خود ما داریم. باز هم خوش آمدید. من شروع میکنم از شما آقای رحیمی. افغانستان در 11-12 سال گذشته یک باره درهاش به سوی جهان باز شد. ما میخوایم این آمار و ارقام مشخصا مختصر مفید و پیامدها و دستاوردهای شما را در زمینه ارتباط جهان با تکنولوژی، ارتباط افغانستان با تکنولوژی جهان داشته باشم. از شما بشنوم. زیاد مننه. د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت لنن لاس یو لاس کار مخکې چې کله په کار پیل وکړه دلته هر څه بیخي بل رقم و. تاسو ته معلومه وه چې ټلیفونونه بیخي کم و، مخابراتي کمپنۍ نه وې، انټرنیټ خو بیخي وخت شتون نه درلود په هغو پیمانه. اوس مهال له نیکه مرغه د لسو کلونو په تیریدو سره، خصوصا د لسو وروستیو کلونو په تیریدو سره، د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت مجموع کې مخابراتي سکتور هغه کچې ته رسېدلی دی چې نور پرمختللي هیوادونه په اتیا کلونو کې دغه مزل طی کړی دی. افغانستان په لسو کلو کې دغه موقف ته رسېدلی. د منطقې په سطحه باندې افغانستان په لومړي قدم کې راځي. د مخابراتو برخه کې، د ټکنالوژۍ په برخه کې هم په همدغه شکل باندې اوس مهال موبایل ټکنالوژۍ ته یا په مجموع کې موبایل ته مخابراتو ته څه باندې 90% افغانان لاسرسی لري. 10% نور چې پاتې دي هغه د ناامنۍ له وجې پاتې دي، او یا هم سبب البر بودن د لارو وه. او بل مشکل دریم چې دی هغه د برق نشتون دی. تاسو پوهیږئ چې د ټکنالوژۍ او د مخابراتو لوی حامی برق دی. له برق او پرته ټکنالوژي او مخابرات اصلا معنا نه لري. راځو د انټرنیټ برخې ته. د انټرنیټ په برخه کې په وروستي یو کال کې فوق العاده کارونه د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت کړی دي. اوس مهال د افغانستان وګړي 50% افغانان انټرنیټ ته لاسرسی لري. آقای رحیمی، کدام آمار و ارقام نسبت به مقایسه افغانستان امروز، افغانستانی که تکنولوژی اختیارش است و شدیداً در آتش برقراری ارتباط نیاز ارتباط است، با سالهای پیش دارین آیا وزارت مخابرات آماری داره در مقایسه؟ فوق العاده په دې برخه کې کارونه شوي دي. په اول قدم کې انټرنیټ برخه کې، تاسو خبره انټرنیټ نه کوئ، در کل در قسمت ټکنالوژي و کارهایی که وزارت مونږ یعنی که دقیقا وای مونږ د صفر نه شروع کړی ده. صفر نه شروع کړی ده. افغانستان اوس د منطقې سره سیال کړی دی، هم د مخابراتو برخه کې، هم د ټکنالوژۍ په برخه کې. مونږ هغه کچې ته رسېدلي یو، یعنی چې اوس د مخابراتو په سکتور کې $2 میلیارد سرمایه گذاری شوی. د مخابراتو له سکتور څخه هر کال حکومت ته $2.5 میلیونه مونږ عایدات ورکوو، خالص عایدات. د افغانستان عادي بودیجې ته ځي. یعنی د تیرو کالو په نسبت ورځ په ورځ د افغانستان د مخابراتو برخه او د ټکنالوژۍ برخه او د انټرنیټ برخه د وسعت په حال کې ده، او دغه لړۍ به په همدې شکل په مخ ځي. د انټرنیټ برخه کې، یعنی که زه یو مقایسه درته وایم، د نرخونو برخه ته کراشو 2004 کال کې $4000 یو ام بی انټرنیټ و. له نیکه مرغه اوس $6 شوی دی، او نږدې راتلونکي موږ اعلانوو $60. بسیار عالی. در بخش بعدی برنامه، بعد از میان برنامه، از استاد هاشمی خواهیم پرسید که وضعیت فعلی افغانستان، آن چیزی که آقای رحیمی اعلام کردن و پیشتر در موردش گپ زدن، در مورد آتش مردم و مطالبه مردم برای استفاده از تکنولوژی است یا خبرهای دیگه است که احتمالا ما خبر نداریم در موردش؟ و ما ملحق شوید بعد از یک میان برنامه. همچنان شما بیننده نیمروخ هستید با سوژه نقش و تأثیر تکنولوژی بر زندگی روزمره ما و اینکه افغانستان در برخورداری و بهره‌وری از تکنولوژی کجاست و چگونه است. سوال قبل از میان برنامه متوجه دکتر فردین هاشمی بود. استاد، تا چند وقت پیش
ابزار و شیوه های مدرن برقراری ارتباط مثل اینترنت، مثل موبایل، سو شیوه های لوکس و تجملاتی محسوب می شدن. حالا بر اساس آماری که آقای رحیمی هم گفتن، بیش از 22 میلیون شهروند افغانستان دست کم موبایل دارن. چگونه شد که این جزء از کالاها و نیازمندی های روزمره شد؟ حداقل در کمتر از 10 سال. به نام خدا، با سلام به شما میهمانان عزیز و بینندگان محترم. ما باورم بر اینست که این چیزیست که در تمام جوامع به یک شکل اتفاق افتاده است و جامعه ما از اون مستثنا نیست. ما استثنا قرار بدیم، بیشتر خود پدیده جهانی شدن، انقلابی که ما در تکنولوژی در تمام سطح جهان داشتیم، زمینه ارتباطات بیشتر فراهم کرد و در افغانستان یک چیز به او اضافه شد، یا میشه گفت به شکل یک کاتالیزور استفاده اتفاق افتاد در جامعه افغانستان. اوی بود که یک جامعه که کاملا بسته بود، ارتباطات در یک سطح بسیار پایین بود، به یک بار چون این فضای برش فراهم شد و از لحاظ تکنولوژی حمایت هایی که صورت گرفت، سرمایه گذاری هایی که شد و طبیعتا این آتش جامعه بیشتر برای ارتباطات فراهم کرد، چیزی که امروز ما و شما میبینیم و این خب تاثیرات خودش داره در ابعاد مختلف. اینو لطفا یک سوال دیگه دارم. اصولا جامعه بسته بر اساس گفته خودتان در مقابل مفاهیم و پدیده های نو مقاومت میکنه. هر جامعه بسته، هر چیز قدیمی، هر پدیده قدیمی برای جلب یا دفع یا جذب پدیده های نو و غیره خودش مقاومت میکنه. چطور در این زمینه ما مقاومت نکردیم؟ اصولا در هر زمینه ما مردم هم یک حرفی برای نگفتن داریم. چطور با تکنولوژی کنار آمدیم؟ ببینید، یک جامعه سنتی میتونه تکنولوژی مدرن استفاده کنه، ولی لزوما به این معنا نخواهد بود که جامعه مدرن شده است. ما فرهنگ سنتی ایمان داریم، ولی از تکنولوژی روز استفاده میکنیم. این در خیلی از جوامع سنتی اتفاق میفته و استفاده از تکنولوژی نباید ما مترادف بدانیم خودی مدرن شدن یک جامعه. یک جامعه سنتی بر اساس نیازش میاد از یک چیز نو استفاده میکنه، در عین زمانی که همون تکنولوژی و وسیله میتونه در یک جامعه کاملا مدرن هم استفاده بشه. حال مشکلی که در جامعه ما ایست، اصولا نمیشه گفت که ما وقتی تکنولوژی رو وارد کردیم سریعا به دنبال از او تغییر فرهنگ هم اتفاق میفته و ما وارد یک دوران مدرن میشه. یعنی کمک نمیکنه؟ میتونه زمینه ساز باشه. وقتی که شما بحث تغییر در فرهنگ مطرح میکنین، طبیعتا یک جامعه که ساختارها و اساساتش سنتی است به یک باره نمیتونه به سمت یک جامعه مدرن پیش بره. و حال اگر بگیم که در این رفتن از سنت به مدرنیته جامعه دچار بحران خواهد شد، خصوصا در عرصه هویت، میشه گفت بحث خارج از مطلب نگفتیم، چنین اتفاقی خواهد افتاد. من میخوام سوال شما را از آقای شمس العزیز احمدی بپرسم. آقای احمدی، استاد هاشمی گفتن که داله به این بوده نمیتونه که هویت کاربر تکنولوژی هویت مدرن باشه. شما از کاربران پروپا قرص اینترنت و تکنولوژی و ارتباطات مدرن هستین. چند ساعت گفتین در روز استفاده میکنین؟ 4 ساعت. 4 ساعت رکورد قایم کردین. چقدر خودم مدرن میدونین؟ یعنی چقدر خود در معرض به اصطلاح با توجه به اینکه تکنولوژی مدرن است، شیوه ها مدرن است، اکتشافات مدرن است، علم مدرن است، این زمینه، چقدر خودم مدرن میدونین، چقدر خود سنتی میدونین؟ به نظر ما این بحث استفاده از تکنولوژی بحث مدرن بودن نیست. یک امر طبیعی است که هر کس میتونه از تکنولوژی به خاطر تسهیل و به خاطر معلومات بیشتر از تکنولوژی استفاده کنه. یعنی هیچ تغییری در فکر شما، بافت و ساخت فکر شما، دیدگاه شما، جهان بینی شما بعد از استفاده از تکنولوژی اتفاق نیفتاده؟ خیلی، ما چنین چیزی نگفتم. طبیعی است وقتی که انسان با شبکه های اجتماعی و با اینترنت و با اطلاعات بیشتر سر و کار داشته باشه، یک امر طبیعی است که معلوماتش بلند میره. از عواقبی که در جهان و میتونیم در کل بگیم در افغانستان که میشه، میتونه از او با خبر باشه و یک امر طبیعی است که انسان معلوماتش خیلی زیاد بلندتر میره. فرض کنیم ما قبلا نمیتونستم که روزنامه به دست بیارم و روزنامه بخونم و حالا صبح وقتی که طرف دانشگاه میرم هیچ مشکلی ندارم، در موبایل خود سایت روزنامه را باز میکنم و میتونم او را بسیار به سهولت بخونم. اگر قرار باشه که من 3-4 روزنامه را برم بخرم، و هم هزینه زیادتر برمیداره و هم وقت زیادتر میگیره. به نظر من استفاده از تکنولوژی مفیدتره. بیشتر شخصا خودتون کاربر کدام نوع یا وسیله از وسایل ارتباط جمعی هستین؟ بیشتر من از شبکه های مجازی فیسبوک و توییتر زیادتر استفاده میکنم. اینترنت که امر طبیعی است که باید باشه. موبایل؟ موبایل. اس ام اس؟
بله موبایل است. یعنی بیشتر اگر رده بندی کنین شخصی موبایل بیشتر استفاده میکنین، شبکه مجازی اینترنت استفاده میکنین یا ایمیل؟ خب حال دنیا پیشرفت کرده، ما با یک موبایلی که دارم میتونم از تمام امکانات استفاده کنم. در این موبایل میتونم اس ام اس ران کنم، میتونم از اینترنت استفاده کنم، از شبکه‌های مجازی و ایمیل خود حتی. نه متوجه شدم که از هر چی استفاده میکنین. منظور این است که بیشتر از کدومش استفاده میکنین؟ بیشتر واقعاً من فیسبوک زیاد استفاده میکنم. بسیار عالی، فیسبوک استفاده میکنین. من برمیگردم سراغ شما آقای رحیمی. مقایسه رو پیشتر در بخش اول برنامه گفتین، یک مقایسه به اصطلاح مختصر مفید داشتین. آیا هیچ ترسیمی از افق افغانستان در ده سال گذشته، در 10 سال آینده و جایگاه 10 سال آینده افغانستان از منظر تکنولوژی، کاری که شما برای او برنامه ریزی کردین، دارین؟ 10 سال آینده ما کجا خواهیم بود به اساس برنامه ریزی وزارت شما؟ دقیقاً در افغانستان در مخابرات و معلوماتی تکنولوژی وزارت غواړي چې افغانستان د تکنولوژی لړخه او د مخابرات لړخه د نړۍ د پرمختللو هیوادونو په قطار کې ودرې. یعنی پیشرفت دی و مملکت هغه مستثنا نه دی د تکنولوژی او مخابراتو نه. په ټوله نړۍ کې چې کوم پیشرفت راغلی، پرمختګ راغلی دی، هغه د تکنولوژی په ذریعه راغلی دی. کوم سهولتونه چې فراهم شوي دي، د الکترونیکي حکومتوالۍ مثال که موږ ورته ورکو، هغه د مخابراتو او د ټکنالوژۍ په ذریعه فراهم شوي دي. افغانستان په د تیره یوه لسیزه کې، یعنی په لسو کالو کې هغه موقف ته رسیدلی دی چې زموږ همسایه ملکونو په 70 او 80 کلونو کې دغه موقف ته رسیدلی دي. یعنی لس کاله وروسته به د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت هڅه وکړي چې د مخابراتو لاړخه او د ټکنالوژۍ لاړخه زموږ د ټولو هیوادوالو ټول ضرورتونه، هم د انټرنیټ په برخه کې، هم د ټکنالوژۍ په برخه کې، هم د مخابراتو برخه کې مرفوع کړي. تاسو ولیدل چې اوس مهال موږ دوه لویې پروسې په لاره اچولي دي. یو دا ده چې سپوږمکۍ افغان ساتیا ماهواره فضا ته واستوله، او دویم دا ده چې موږ غواړو تلویزیونونه له انالوګ څخه ډیجیټل ته واړو. په دې دوو پروسو په تکمیلېدو سره او د 3G د خدماتو چې موږ غواړو ټول هیوادونه، بخښنه غواړم ټول ولایتونه د خدمتونو څخه برخمن کړو، خدمات ورته ورسوو د نوري فایبر. اینو له خیره می یک سوال دیگه هم شخصی ایجاد شد برای من. با توجه به ای که پیشتر اشاره کردین، وسعت دامنه کارهایی که شما کردین حداقل در این زمینه، چقدر همین صنعت چه فواید اقتصادی برای افغانستان اگر کوتاه بگوین آورد از این منظر، و چقدر باعث اشتغال سایی مخصوصا برای طیف تحصیل کرده که آیتی خواندن بر ترتیب منجر به اشتغال سایی شده؟ آمار ارقام پیش شما هست؟ اوس محال در مخابرات په سکتور کې 1,000 افغانان به کار بوختی، چې دا یو لوی رقم دی. دقیقا چې وایو چې اوس مهال 90% افغانان موبایل ته لاسرسی لري، تلیفون ته، مخابرات ته لاسرسی لري په دو برخه کې. انټرنیټ هم 50% دی. موږ هیله من یو چې تر راتلونکو 2 کلونو پورې د انټرنیټ خدمتونه 90% ته ورسیږي. درآمد پول احتمالی که از این منظر به اصطلاح به صندوق دولت ما مخکې هم اشاره ورته وکړه، څه باندې 2 میلیارد دلار سرمایه گذاری شوی ده، او 2.5 میلیون دلار عایدات دی حکومت ده. د افغانستان د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت ته او د مخابراتي سکتور نه په مجموع کې، یعنی زموږ پیشرفت که په همدغه شکل وي، او پاتې 10% سیمې موږ د مخابراتي خدمتونو او د ټکنالوژۍ له خدمتونو ته پوښښ لاندې راولو، دا رقم به نور هم لوړیږي او موږ په همدو شکل باندې مخکې ځو. ممنون و سپاسگزار. از آمار و ارقام در مورد درآمدها که به صندوق دولت از دریچه تکنولوژی ریخته شده با خبر شدیم. با نیم رخ بمانید، یک میان برنامه آماده پخش است. ادامه بحث تکنولوژی و نقشش و زندگی شما. اگر همین لحظه به خیلی بیننده های نیمروخ پیوستید، نیمروخ امشب در مورد تکنولوژی صحبت خواهد کرد و فردا شب و پس فردا شب هم بحث های مربوط در نیمروخ مرتبط به همین حواشی تکنولوژی، تأثیر تکنولوژی بر زندگی روزمره، و بحث شب آخر که دوشنبه شب باشه فرهنگ کاربری یا استفاده از تکنولوژی خواهد بود. اما امشب با موضوعیت و محوریت بحث تکنولوژی در افغانستان با مهمانان عزیز ما، تا اینجا نصرت رحیمی سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی، دکتر فردین هاشمی استاد دانشگاه، و شمس العزیز احمدی از کاربران دنیای مجازی و اینترنت بودیم. من سوالی که پیشتر اشاره کردم در وقفه و میان برنامه ای بود که استاد
تکنولوژی، امی تسهیلات به نام تکنولوژی چه تأثیری بر حوزه هایی چون فرهنگ، اقتصاد، سیاست، اجتماع و جامعه مدنی داشته؟ چون میدونین که در نظام های دموکراسی و دموکراتیک اینها از جمله ارکان یک نظام است، حوزه های مشخصی که براتون گفتم. حال شما چه تغییری میبینین؟ اگر خیلی خلاصه خواستم بگم، در هر حوزه سیاست، فرهنگ و اجتماع نقش فرد پررنگ ساخته. شما در تمام نظام های سنتی همیشه قدرت در دست یک طبقه خاص بوده است و قدرت مقدس بوده است. اما این تکنولوژی داره به شما این فضا رو فراهم میکنه، شما یه نقد قدرت میکنین. شما این مناسبات سنتی سیاسی رو در هم شکسته. مناسبات سنتی قدرت و سیاست داره تغییر میده و خود به خود در حوزه اجتماع هم وارد میشه. فرد شما توانمند میسازین، فرد توانایی نظر دادن داره، فرد یاد میگیره که نظر بده، فرد یاد میگیره که نقد کنه و فرد یاد میگیره که نقدم بشه. وقتی اینا رو مجموعش شما در تمامی عرصه‌ها بررسی میکنین، طبیعتاً شما رو به سمت یک جامعه مدرن‌تر پیش میبره. اما بازم میگم که این تغییر یک روند آهسته است و به یک بار اتفاق نیفته. شما در 10 سال گذشته، 11 سال گذشته این تغییر در رفتار بسیار از نسل جدید دیدین، خصوصاً اونایی که بیشتر با ارتباطات تکنولوژی در ارتباط هستن، تانستن که تا حدود زیادی در عرصه‌های اجتماعی، مدنی و سیاسی نقش بیشتر ایفا کنن. و حتی شما در انتخابات 5 سال پیش و امسال هم می‌بینید که تا چی اندازه تکنولوژی تاثیرگذار بوده بر رفتار چه او کسانی که کاندید شدن و چه او کسانی که می‌خوان رأی بدن. مجموعه از اینا که پهلوی یکدیگر می‌ذاریم واضح و مشخص میشه که جامعه افغانستان هم از این تاثیر، از این تاثیر تکنولوژی خصوصا بر افراد و بر بحث قدرت در افغانستان در واقع مستثنا نبوده. و این حتی شما به جوامع دیگر هم میتونید تسری بده. مثلا اون چیزی که ما 3 سال گذشته در بهار عربی در شمال آفریقا داشتیم، انقلاب های بهار عربی، چنین چیزی که اتفاق افتاد یک بخشش همین تکنولوژی بود، همین فیسبوک بود و همین ارتباطاتی بود که افراد از این طرف برقرار کردن. نگرانی های اعلام شد از طرف سیاستمداران در افغانستان هم که اعلام نگرانی کردن از شیوع و به اصطلاح ترویج تکنولوژی در افغانستان به خاطر مسئله که پیشتر اشاره کردین، تغییر در ساختارهای فرهنگی، تغییر در ساختارهای سیاسی، مناسبات قدرت و الی آخر. من سوال خودم میخوام متوجه آقای شمسال عزیز احمدی بکنم. آقای احمدی، پیشتر استاد هاشمی اشاره کردن که خب یک مقدار قدرت تسامح و مدارا رو بالا میبره در سیر روابط اجتماعی، یک مقدار در مناسبات و تعاملات قدرت سنتی تغییر ایجاد کرده، یک مقداری ما را با شیوه های دیگری از به اصطلاح فعالیت های اجتماعی و فرهنگی آشنا کرده. خودتون امی باستاب در مورد شخص خودتون چطور بوده؟ آیا تسامح و مدارا یک تحمل پذیری شما بالا رفته؟ بله، من با آقای هاشمی هم نظر هستم. از روزی که ما از اینترنت استفاده میکنیم بسیار تغییر آمده. حداقل ما توانستیم که از ولایت‌های مختلف صداهای مردم را به گوش مقابات برسانیم توسط این شبکه مجازی. شما چه کار میکنیم نگه؟ ما کنفرانسی را چندی قبل برگزار کردیم به نام یور هوپ یا آرزوی شما، که ما توانستیم از سراسر افغانستان از اونها ویدیوی بسیار کوتاه. پروژه که نبود بخیر؟ نه خیر، نه پروژه نبود. گروهی از جوانان بودن میخواستن صدای مردم را به گوش مقابات برسانند و از اونها ما کتاب چاپ کردیم و کتاب توانستیم به 8 کاندیدی که داشتیم به اونا برسانیم. این در حقیقت خودش یکی از فواید استفاده از شبکه مجازی است. یعنی در حقیقت شما از طریق تکنولوژی شبکه مجازی موفق شدین که مطالبات طیفی از جوانا را به 8 کاندید مطرح ریاست جمهوری می دوره برسانیم. بله. باستابش چی بود؟ باستابش خیلی خوب بود. هنوز اونها به قدرت نرسیدن. ما بر از اونها گفتیم شما شاید صدای مقاومت تا حال شنیده باشین، ولی صدای کسی که در سر سرک کار میکنه، در خیابان است، از او را هیچ گاه نشنیدین. ما با استفاده از تکنولوژی افرادی که در ولایات مختلف داشتیم، آنها با کمره موبایل و کمره دست داشته خود از خیابان اثر سرک خواستای مردم را جمع آوری کردن و به ما انتقال دادن و ما توانستیم او را درج یک کتاب کنیم و به کاندیدا برسانیم. و همچنان شما خودتان شاهد هستید تظاهرات اخیری که در کابل صورت گرفت، تمامش از طریق شبکه مجازی فیسبوک بود که ایونت برگزار میشد، بعدا مردم او را جوین میکردن و دوستای خود او دعوت میکردن، بعدا صبح که در محل میرفتیم تقریبا
500 600 نفر اونجا گرد هم اومد. شخصا خودم تجربه را داشتم، یکی دو بار در یکی از برنامه‌های اجتماعی مدنی خودجوش اشتراک کردم. فقط در فیسبوک ما اشتراک گذاشتیم و بعد صبح با خیلی از جمعیتی که من نمی‌دونم از کجا آمده بودن، چطور خبر شده بودن، روبرو شدیم با سوژه تکنولوژی. نقش و تأثیر تکنولوژی به زندگی شما امشب در نیمرخ جمع شدیم. همین حالا اگر کامنت، تجربه، حرفی برای گفتن دارید برای ما بنویسید. من نمیدونم اگر کامنت ها آماده است که یک چند کامنت فیسبوک رو بخونیم، ورنه که من بحث ادامه بدم. یک موضوع دیگه که یک مقدار اینجا یک مقدار پررنگتر میشه آقای رحیمی است که پیشتر شما در مورد اشتغال و صنعت به سلام تکنولوژی و مخابرات اینها حرف زدین، در مورد درآمد هم گپ زدین. فکر میکنین به این سرعتی که روان هستیم 10 سال آینده همین صنعت چه آمار و ارقامی از نظر درآمد و آمار و اشتغال برای افغانستان خواهد داد در صورت حفظ شرایط موجود؟ افغانستان در مخابرات و معلوماتی تکنولوژی وزارت لپاره دو شان مهم دی، یو امنیت بل برق. امنیت و برق که چیر حالت و اوضاع په همدې شکل دوام وکړي، یعنی لس کاله وروسته که موږ تارګیټ ورته وټاکو، د مخابراتو برخه کې به فوق العاده تغییرات راځي. یعنی دغه ارقام چې اوس مهال 2 میلیارد ډالر سرمایه گذاری شوی ده به دو چند کیږي، او سرمایه گذاری تر څنګ اشتغال چې پیدا شوی دی په دو برخه کې ده به 500 هزار کسان ته موږ رسو. یعنی اوس یو لکو څلویک زره دی و بعد با حفظ شرایط موجود که امنیت و برق باشه در سال آینده، یک دهه آینده، چه افقی را شما دقیقاً په همدې شکل باندې اوضاعی دونه که برتره کیږي ښه کیږي، نو تاثیرات به لوړ وي. او که چیرې بیا خدای نخواسته تحول راځي په دو برخه کې، بیا به نو طبیعي خبره ده چې په دو برخه کې به کمرنګه کیږي، دغه حالات به سره ګډوډ کیږي. موږ هیله من یو چې مخابرات او ټکنالوژي په همدې شکل باندې مخکې روان دي، په همدې شکل باندې مخکې ولاړ شي، او تر لاسو کلونو پورې په هغه کوم ټارګټ چې موږ ورته ټاکلی دی د حکومت ته د عایداتو ده به له 500 میلیون ډالر راوړي. و یک سوال کمی صادقانه تر، 2014 و پدیده به نام 2014 با توجه به خروج و بیرون شدن نیروهای خارجی، امنیتی، اقتصادی، که آیا سرمایه گذاری در این زمینه با توجه به امیدی که ایجاد شده کمتر شده، بیشتر شده، متوقف مانده؟ د مخابرات سکتور که کوم پلانونه چې موږ په نظر کې درلودل 2014 کال اصلا تاثیر نه دی پکړی، تاثیر نگذاشته هیچ، تاثیر نه دی پکړی. کوم پلانونه چې د مخابرات و معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت په لاس کې درلودل، چې هغه سټلایټ و چې موږ به سټلایټي طریقه هر کال 15 میلیونه ډالر مستقیم عاید ولرو، تر څنګ مخابراتي سکتور کې هغه حالت په موږ یو شکل باندې دوام وکه، خو داس تغیر پکې رانغل چې موږ عمل مسکړې یا په عایداتو باندې مستقیم تاثیر کړی. عایدات ورځ تر بلې ښه شوي دي، په دوه برخه کې اصلا مشکل نه دی منځته راغلی. آقای رحیمی میگن که 2014 و زمزمه خروج نیروهای خارجی از افغانستان هیچ تأثیری روی سرمایه گذاری بر وزارت مخابرات و پروژه های مخابراتی نگذاشته. امیدواریم چنین باشه. بر ترتیب میان برنامه آماده پخش است. بعد از او شما فیسبوک کامنت ها ادامه بس. مجدد خوش آمدید و بیننده نیمرخ هستید. با سوژه تأثیر و نقش تکنولوژی بر زندگی شما بیننده برنامه نیمرخ. کامنت ها اگر آماده پخش است که یک چند کامنت مرور کنیم. اتاق فرمان، بله کامنت ها آماده پخشند. یوسف نوری میگه در کار و زندگی من تکنولوژی نقش بسزایی دارد. تقریبا در کار زندگی همه ما این نقش تکنولوژی بسیار محرز و پررنگ است. عبدالرحمن امیری گفته که تکنولوژی در زندگی بسیار مهم است. قطعا این گونه است، ما هم همینه میگیم. امرالله صمدی میگه تکنولوژی در زندگی جوانان نقش بسزا و مهمی دارد. این مسلما مطرح میکنیم با مهمانای برنامه که نقش تکنولوژی به زندگی جوان، از دریچه جوان چه تغییرات ایجاد کرده. حالا دیگه تیفارم عمومی مسلما تاثیرگذار بوده. حشمت الله محمدی گفته تکنولوژی امروز در افغانستان رول مهمی را بازی میکنند. دوستان ما چقدر نام خدا متفاوت کامنت گذاشتن. مسلم است نقش
مهم تکنولوژی و سایه تکنولوژی به زندگی تک تک افراد مخصوصا طیف جوان خیلی خیلی محرز است، همونطور که در کامنت ها هم داشتیم. استاد، من میخوایم همین مسئله را یک مقدار مرور بکنیم. جوانان و تکنولوژی، نمرخ برنامه است با محوریت مطالبات و موضوعات جوان. اگر بخواین فکتوار، شاخصوار نام بگیرین امی تغییرات و امی تأثیر تکنولوژی را، بیشتر روی کدام شاخص ها جوان و تکنولوژی تکیه میکنین؟ ببینید، همون اول صحبتم گفتم، خود چیزی که از ارتباطات صحبت میکنیم خودش مخلوق پدیده است به نام جهانی شدن. جهانی شدن هم بیشتر نسل جوان و متخصص درگیر خودش میکنه. حال چون این فضایی که ارتباطات خلق کرده است، در حوزه کسب تخصص، در حوزه تحصیل، در حوزه ارتباطات اجتماعی روی جوانان تاثیر بیشتر داره و هرچی فرد خودی پدیده بیشتر درگیر میشه، طبیعتاً زندگی از اون تغییر بیشتر پیدا میکنه. به حدی که حتی شما میتونید خالق هویت مجازی باشین، هویتی که واقعی نیست. همین کاربران تقلبی و جعلی در همه جا هم هستن، نام خدا کم هم نیستن. نمیدونم گل مرزا، من نمیدونم رازهای خوب، رازهای بد، هزار یک نام عجب غریب. یعنی فکر میکنین با باور شما که حتی همی کاربران یا هویت‌های جعلی که بیشتر اشاره کردین هم از میان نسل جوانن، چون علاقمند بیشتر هستن که خب یک دنیای نو است به در تمام جهان اتفاق میفته. اما چرا هویت جعلی استاد؟ یک جامعه سنتی طبیعتاً از خیلی چیزها ترس داره و یکی چیزهایی است که ما در یک جامعه سنتی به شکل واضح نمیتونیم بیان کنیم و یا در واقع هنجارها و نرمهای جامعه اجازه نمیده. خب طبیعتاً این دنیای مجازی افراد به سمت پیش میبره که نگاه هویت‌های مجازی را هم خلق کنن، ولی در جامعه‌ای که خیلی از هنجارها به اون شکل پیش رفته و در یک جامعه واقعیتش مدرن است، در چنین جامعه افراد نیازی به هویت‌های مجازی هم کمتر پیدا میکنن و همون چیزی که هستن نشان میدن. متاسفانه در جامعه ما یک بخش جامعه سنتی هیچ وقت اجازه نداده او چیز درونیات یا هویت‌های واقعی خودشان نشان بدن. ما یک جامعه هستیم اکثرا اهل تعارف هستیم، خیلی دوست داریم تظاهر. ما بسیار دوست داریم. مثلا ما به عمرمون شاید چند تا دوست داریم استاد. چرا دوست داریم تظاهر؟ می‌خوایم نشان بدیم که آدم‌های متفاوتی از دیگران هستیم، بی خاطر پس تظاهر میکنیم. در حالی که شاید مثال شاید شخص سال 5 تا کتابم نخونه، ولی هر وقت که بهش زنگ میزنی میگه من در حال مطالعه هستم. باید یک لیست بلند بالایی از نام نویسندگان مقدمه کتاب ها اول و آخرش هم میدونه و بعد احتمالاً از این طریق میخواد اظهار فرض کنه که بله من چنین چیز. بعد نقش جهان مجازی و اینها خب ایر تسهیل میکنه. جهان مجازی ایر بیشتر میسازه و ما در واقع ببینید میخوایم بگم بحران است به یک معنا. بحران هویت. بحران هویتی که خلق میکنه این ارتباطات، چون ما نه کاملا اون فرد سنتی هستیم که به دور از تمام این مسائل باشیم، نه شخص مدرن هستیم که به شکل تدریجی نسل های ما طی کرده باشه تا ما بو رسیده باشه. به طبیعی منتقل شده باشه. بله. حالی چون این طبیعی اتفاق نفتاده است، پس شما باید انتظار این بحران ها خصوصا در حوزه هویت داشته باشه. من برمیگردم با شما و سوال احتمالاً این که خب راهکار شما، پیشنهادی شما برای زمی که این موضوع یک مقدار تسریع پیدا کنه چه خواهد بود؟ مرحله گذار پیشتر اشاره کردیم، صحبت کردیم. حالا آقای احمدی، پیشتر اشاره کردن که محدودیت های جامعه سنتی خودش از دلایل اشتیاق و آتش جوانان، مخصوصا جوانان به درگیر شدن به فضای ارتباطی هست. ها، تکنولوژی یکی از تسهیل کننده های فضای ارتباطی است. تجربه شخصی خود شما صادقانه روی آنتنه، هرگز هویت جز هویت خودتون استفاده کردین به خاطر برقراری ارتباط؟ درست نگرفتم. یعنی هرگز در شرایط قرار گرفتیم که به خاطر برقراری ارتباط یا اعلام موضع ابراز وجود پیشتر اشاره کردن، به خاطر محدودیتی که جامعه وجود داره، از هویت جعلی استفاده کنیم؟ دنیای مجازی است، کی میفهمه شما آقای شمس العزیز احمدی بودین که مثلا این حرف زدین یا اعلام موضع کردین؟ نه خیر، تا حالا ما خودم شخصا این کارو نکردیم. اما صادقانه میگم، کس خبر نمیشه. یعنی صادقانه براتون میگم، اما دوستای ما سراغ دارم که اونها همیشه از ایده‌های مستعار استفاده میکنن. برخورد شما چی بوده؟ و برخورد ما طبیعی بوده، به خاطر که بعضی اوقات اونها نمیتونند امو سخنایی را که باید بگن و را بگن، و وقتی که اونها از ایده مستعار استفاده میکنن
مثلا پسر گمنام یا حقیقت های ناگفته دختر خوشرو، آنها میتونند آنچه که در دل دارند دور بیان کنند و بگویند. یعنی چون جامعه ما سنتی است مانع از این کار شده. خودت مشکلی با این موضوع نداری با این پدیده؟ من خودم شخصا اونقدر مشکل ندارم، اما بعضی ها که به نام افراد دیگه آیدی جور میکنن با او خیلی مشکل است. مثلا من کسایی را سراغ دارم که اونها جهل هویت جدیدن به اینترنت رو آوردن و نسبتا بزرگسال هستند و قدر استفادهش نمیدونن، همیشه موبایلش برای من نشان میده ببینین که فلانه شخص چنین گفته. وقتی که من میبینم او آیدی مستعار است، نه هیچ چنین شخصی نیست، من اینو میشناسم، هیچ چنین چیزی را نمیگه. بعد بسیار جالب است که نقل قول میشه، صحبتی که در حالی که نفر او چنین چیزی نگفته، بعد اون نقل قول میشه تا به زبان آخر میرسه، پس دوباره به خود شخص میرسه، او مجبور میشه دوباره از آیدی خود نوشته کنه که او آیدی مربوط من است. یعنی شما اصولا با مفهوم برنامه بحران هویت از با مسئله تجهیزات و تسهیلات تکنولوژیک فعلا وارد افغانستان شده موافقین یا مخالف؟ تا جای موافق هستیم تا جای مخالف هستیم. نسبی گرایی نکنین، موافقین. من برای شما گفتم این که یک کسی نمیتونه صحبت های خود بیان کنه، او مجبور است آیدی مستعار استفاده کنه تا بتونه صحبت های خود برسانه بدون از اینکه دشمن پیدا کنه، بدون از اینکه کسی در مقابل از او جبهه بگیره. او میتونه همون سخن های خود با گوش تمام افراد برسانه. در چنین حالت من موافق هستم، ولی که هویت یک کس مستعار میکنن با این چیدن مخالف هستن. یعنی با هدف، با او هدف که پیش اشاره کردین مشکل نداری؟ نه خیلی، هدف همیشه ابزار توجیه میکنه. بسیار عالی. آقای رحیمی، برمیگردیم به شما و برنامه های وزارت مخابرات و تکنولوژی برای توسعه تکنولوژی در افغانستان. آیا وزارت شما هیچ برنامه‌ای که به نوع سازوکارهای فرهنگی استفاده از تکنولوژی در افغانستان مشخص بکنه یا محدود بکنه یا مرزبندی بکنه داشتین؟ سانسور، انواع سانسور، سانسور در کدام بخشا بوده؟ بعد واکنش مشخصاً یا مقاومت، انواع فیلتر چکن‌ها، آیا شاهد چنین مسائلی بودین شما؟ در مهم پوښتنه ده، د مخابرات و معلومات تکنولوژی وزارت د سانسور په برخه کې ټول هغه غیر اخلاقی سایتونه چې دي چې د بهر رهبری کیږي هغه موږ فلتر کړی دي. یعنی ټول هغه سایتونه چې هغه افغانی ټولنې ته یا زموږ د اسلام مقدس دین ته په یو نحوه باندې ضرر رسوي هغه باره کې کارونه فعالیتونه شوي دي. یعنی شما کدگذاری کردین کلمات مشخصی اگر در موتور به اصطلاح بررسی و جستجوگر تایپ شوه از افغانستان اتوماتیک باز بله، د مخابرات و معلوماتي ټکنالوژي وزارت په دو برخه کې د سایبر سکیورټي یو ریاست لري چې هغه په دو برخه کې فعالیت کوي. یو ټول دغه سایتونه مشخص شوي دي، یو کوډ ورته وضع شوی دی او هیڅ افغان نشی کولای چې د سایتو ته مراجعه وکړي. دویم د جعلي اکاونټونو د ټولنیزم میډیا په برخه کې یا د اجتماعي میډیا په برخه کې په دو برخه کې موږ هم لاسترزنې نه یو ناست، په دو برخه کې هم فعالیتونه و اقدامات ترسره شوي دي. موږ په یوه مقرره باندې په یوه طرحه باندې بله مقرره اعلام شد که برخورد میشه ظاهرا همداسې ده. په دو برخه کې موږ په یوه مقرره باندې کار کوو چې هغه د اصولو د قوانینو د مخابراتو د قوانینو مطابق جوړیږي او ټول جعلي اکاونټونه چې په دو برخه کې جوړیږي یا یو شخص بل شخص توهین کوي یا هلک د جنۍ په نامه باندې اکاونټ جوړوي، جنۍ د هلک په نامه باندې، په دو برخه کې موږ هغه خپل تذیرات چې دي هغه به وضع کوو. یعنی اگر او کاربر پیدا کنین دقیقا چه خواهید کرد به او؟ موږ دا سیستم ورته جوړوو چې اصلا داسې یو څوک پیدا نشي چې داسې اکاونټ جوړ کړي. ټول اوس خودشته دي، بیا موږ دا سیستم ورته وضع کوو چې دوی وکولی شي چې ونه شي کولی داسې اکاونټونه جوړ کړي او ټول اکاونټونه حقیقي وي. آقای رحیمی گفتن که از این به بعد بر اساس برنامه ریزی که وزارت مخابرات کردن برای همه دوستان علاقمندانی که میخواین از هویت های جعلی ارتباط داشته باشن و از تکنولوژی استفاده کنن، بدخبری که دیگه نخواهند توانست. با همین بدخبری برای او دوستای علاقمند به هویت های جعلی میریم به میان برنامه و ادامه بس در نیمراه. در وقفه که ایجاد شد در میان برنامه، ما و مهمانان برنامه امشب نیمروخ در مورد آزادی بیان و نقش آزادی بیان و مفاهیمی از این دست و تکنولوژی و تأثیر تکنولوژی بر وسعت و دامنه آزادی بیان گپ زدیم. استاد هاشمی، پیشتر در میان برنامه هم صحبت کردیم، شما گفتین که تأثیر گذار بوده،
شما گفتین که بیشتر تسامح و مدارا و تساهل آورده. یکاش بیشتر در موردش گپ بزنین. چقدر همی نیاز به اطلاع رسانی، نیاز به ابراز وجود ای به نوعی تأمین میکنه و حتی شفروم اینشان تکنولوژی؟ البته در افغانستان حالا بعد از جنگ، بعد از دوره طالبان. ببینید، ما همیشه عادت داشتیم که همه چی بر اساس یک صدا باشه. یعنی عادت کرده بودیم. در... متکلمه وحدت گفتیم. بله، در طول قرنها ساختار قدرت همین قسم شکل گرفت و چه از درون خانواده شروع کنیم، چی برسیم تا بالاترین عرصه و کسی که قدرت سیاسی در دست بود، ما عادت کرده بودیم که همیشه یک صدا بشنویم. ولی سیستم سیاسی که بعد از رفتن طالبان خلق شده است، دموکراسی که داره در افغانستان پیاده میشه، از لحاظ سیاسی، از لحاظ اجتماعی، فضایی که در افغانستان خلق شده به وجود آمده و از او بحث تکنولوژی که بحث شماست، تمام از اینا به ما داره یاد میده که میشه ما صداهای مختلف بشنویم و همدیگر هم پد از او نکشیم. یه چیز نویست در افغانستان، یعنی جای گزینی اعلام نظر به جای خب تجربه از دموکراسی است. تجربه از دموکراسی است به شکلی که تکنولوژی به شما فضایش فراهم میکنه. در پهلوی از این ما داریم یاد میگیریم که به افراد احترام بذاریم، به عقاید مختلف، هرچند که روند بسیار تدریجی است. این روند نیاز به سالها کار نیاز داره، این نیاز به تغییر نسل ها داره، به تغییر تفکر. حالی من برمیگردم سراغ شما. شاید اگر بخواید خیلی مستاقی حرف بزنیم در مورد تاثیر تکنولوژی و آزادی بیان بر شما، میشین چند مورد بگوین به ما؟ بله، از وقتی که ما از تکنولوژی استفاده میکنیم توانستیم صدای خود به گوش مقامات بدون حراس برسانیم. و حتی ما نوشتیم که ما طالب برادر ما نیست، بدون از اینکه کدام حراس داشته باشه. ما خصوصا برای ما خودقدر مشکل نبود، برای دخترایی که اونجا بودن خیلی مشکل بود، ولی آنها تانستن صدای خود بدون کدام حراس برسانند به گوش مردم. یعنی فکر میکنید این تبعات تکنولوژی بله. و شما چطور آقای رحیمی؟ امی تبعات اگر بخواییم مستاق وارد چند نمونه برای ما بگوین؟ طبیعی خبره ده کله چې ټکنالوژي پرمختګ کوي په ملک یې هغه خپل اضرار هم لري او ګټې هم لري. دقیقا ګټې زیات دي په هر مورد کې. د هم د دې په خاطر چې موږ غواړو هغه افغانستان په معلوماتي ټولنه باندې تبدیل کړو او هر وګړی د دې صلاحیت ولري چې هغه خپل غږ د افغانستان هر کنشته او د نړۍ هر کنشته ورسی. سپاسگزار. با همین نتیجه گیری ما اعلام میکنم که بحث فردای نیمروخ همین ساعت، همین جا، همین برنامه، مسئله پیگیری عواقب و پیامدهای استفاده از تکنولوژی است. شما چند ساعت در روز از تکنولوژی استفاده میکنین؟ نسل قبل از ما چگونه این نیازهای ارتباطی خود اینا فراهم میکردن؟ فردا یک مقایسه کوتاه خواهم داشت در همین زمینه، یک مرور بر حالا، امروز، نقش تکنولوژی، دیروز، انواع تکنولوژی و شیوه های استفاده از تکنولوژی. فردا، همین ساعت، همین جا، همین تریبیون، همین برنامه منتظر شماییم. کامنت بگذارید در فیسبوک. فعلا برای حالا شب خوش. خدا نگهدار.